الله الرحمن الرحیم. ما تعدادی از بزرگواران را داشتیم که اینها در حافظه آیتی بودند. یکی از اینها مرحوم آیت الله مجتهدی بود، حاتم عبدالله مجتهدی تبریز. ایشان جزء نوادر زمان بود. به عنوان مثال ایشان از من، چه من فارسی من، ایشون بهتر به فرانسه صحبت میکرد و کلاس ندیده بود، منحصراً از طریق خوندن روزنامه، چون زمان فرانسه زبان خیلی معمول و متداول ایران بود. ایشون با خوندن روزنامه زبان فرانسوی را یاد گرفته بود و به قدر قوی بود که ما در ایران براش نظیر نداشتیم. حتی یک روز یه فرانسوی به نام محمد نصر وایوا دارو تبلیغ درس میخوند، یه روز به من گفت که من آرزو به دلم مونده یه عالم شیعه زبان فرانسه بلد باشد، من با زبان مادریم با حرف بزنم. گفتم تصادفاً ما یه عالم شیعه داریم که از شما بهتر فرانسه بلده و الان قومه. گفت پس ببینم. رفتم خدمت ایشان. ایشان صبح جلسه داشت، می نشست. علمای بزرگ مثل آیت الله آریزای صدر، آیت الله شبری زنجانی هر روز از اول صبح می آمدن، تازه خدمتشون می نشستن. وارد شدی، من گفتم ایشان اهل فرانسه، زود آماده شد و شروع کرد احوال پرسی و 3 ساعت و نیم با ایشان صحبت کرد. ما هم همینطور نشستیم و فقط تماشا میکردیم. بودن تعدادی از بزرگان حوزه و همشون سکوت محض و داشتن گوش میدادن. وقتی چه ظهر شد دیگه، جلسه تمام شد و ما با ایشون آمدیم بیرون، گفتم چه؟ گفت بله، از من بهتر بلده. گفت که من پدرم فرانسویه، مادرم فرانسویه، در پاریس متولد شدم، در دانشگاه هم زبان فرانسه خوندم، دکترای زبان دارم، ولی ایشان از من بهتر بلده. گفتم چطور؟ گفت از من معما میپرسه، معمای فرانسوی. من بلد نبودم. خودش میگفت، بعد نمیفهمیدم، توضیح میداد، امثالی براش تا من بفهمم. گفت من یقین دارم که ایشان در قدرت فرانسویش از من بیشتره. مرحوم مجتهدی 6000 جلد کتاب فرانسوی داشت برای مطالعه شخصی. حالا در عربی، ادبیات عرب و اینها چه یگانه روزگار بود، ولی در عین حال در زبان فرانسه هم در این حد بود. خیلی حافظه قوی داشت. یک کتابی هست، من فقط خدمتیشون دیدم، جای دیگه ندیدم، شواهد مجمع البیان، 120 جلده، جلداش کوچکه ولی 120 مجلده. در کتاب شریف مجمع البیان بسیاری از اشعار گذشتگان توش هست، به عنوان محل شاهد آورده برای تفسیر آیات قرآن. این شواهد چه هست؟ در هر شعری را بحث کرده چه این شعر مال کیه و محل شاهد چیه. به ندرت مواردی از چی نوشته لم یسم قائله، مؤلفش را، شاعرش را به دست نیاورده، نمیدونیم چه کی سروده. ایشان هر روز تفسیر میگفت. در این درس تفسیر اون چی در شواهد بود هیچ، اون چی شواهد گفته بود چی لم یسم، به این شعر مال کیه، کی سروده، کجا سروده، برای چه سروده، چه کسی این شعر را مثلا مقابله کرده، امثال اینا. یعنی در واقع شناسنامه اون شعر را بیان میکرد، علاوه بر اینکه مالکی بوده، آیا کسی مثلا آمده برای این هم شعری سروده، نه، امثال اینا را بیان میکرد. هر سال ایشان ماه رجب میامد مشهد، اول یا بعد میامد قم چند روزه، بعد از اول رجب تا آخر رجب هم مشهد مشرف میشد و تصادفاً هم
روز 29 رجب هم در مشهد فوت کرد و در صحن مطهر هم اونجا دفن شد. مرحوم آیت الله حائرا شیخ مرتضی برایشون شعر سروده، در سوک ایشان میگه سار عبدالله مجتهدن الی عرش لله تا آخر، بعد میگه لا تنسین المرتضی این در رضا حب الرضا فی النشأتین شعاره. مرحوم آیت الله مجتهدی در یکی از سفرهایی که در قم بود آمد خدمت مرحوم آیت الله شحمداری که من فردا انشاءالله میرم. فهم نه نه فردا باشید، امام یمن قرار است فردا بیاد قم، شما باید باشید. ایشون موندند و فردا امام یمن آمد. امام یمن چه آمد؟ این نوع دیدارها زیاد اتفاق میفتاد، میامدن خدمت مراجع ملاقات میکردن و برای بهبود روابط مذاهب مختلف خیلی مؤثر بود. این امام یمن چه آمد خدمت آقا؟ آیت الله مجتهدی بودن، مرحوم آیت الله مغنیه بودن، آیت الله صد دیگر بزرگان بودن. بعد این آقای تسخیری نقش مترجم داشت، هر مطلبی که آقا میفهمدشان ترجمه کرد به عربی و مطالبیشون میگفتشان ترجمه به فارسی تا اون لب به مطلب گفته بشه. یه جا این آقای تسخیری با امام یمن درگیر شد، اونا به عنوان دوستان آمدن، برای مباحثه چی نیامدن و مجلس یه مقدار اون حالت تراوت و حلاوت از دست داد. آیت الله مجتهدی شو یه شعری خوندن، همه خیال کردن که میخواد مدیریت کند، یعنی مسئله را عوض کند، ولی یک مرتبه امام برگشت به طرف ایشان و خیلی با اشتیاق آقا شما میدان از شما مالی کن؟ بله مال مرحوم پدر شماست. گفت شما از کجا میشن پدر من؟ گفت پدر شما آدم معروف مشهور بزرگ فلانی بود، در فلان تاریخ متولد شد، در فلان تاریخ از دنیا رفت، در این شهر به استقبال فلانی آمده. شروع کرد توضیح دادن، شون زود قلم در آب شروع کرد بنوشتن. گفت که وقتی پدرم از دنیا رفت من 9 ساله بودم، ولی این مطالب شما میگه من اصلا نمیدونم. بعد ایشون گفت بله ایشون در فلان جام بود دنیا آمد، پیش کی درس خون. بعد یه توضیحات فراوان، خب ایشون کتاب نداشتیم مطالعه کنه، از حافظش، حافظه قوی در این حدی که یک عالم یمنی را اونگونه میشناخت که فرزندش اون روز امام یمن بود او را نمیشناخت. از این نوع مسائل در زندگیشون بسیار فراوان. ایشان ادب خاصی داشت. به عنوان یک مثال ساده، یه روز نشسته بودیم تلفن زنگ زد، شون برداشت دید آیت الله شحمداری، بلند شد، چون از قم زنگ زده به تبریز، این تا صدا آقا را شد بلند شد، طوری که بلند شد این تلفن تو شاخش در آمد. یعنی ادبش در حدی بود وقتی دید که مرجع زنگ زده به احترام اونجا بلند شد و الاخر. و این نوع برایشون بسیار عجیب. ایشان هر روز یاد عاشورا میخوند با صد سلام و صد لعن. خودش کسی چی در فرانسه نادره زمانه، یعنی در اوج فردی هست که بالاخره آدم عوام نیست، روشنفکره و فوق روشنفکره، ولی این گونه هم در مقابل اهل بیت خازه زیارت عاشورا همه روزه با صد سلام. ایشان در دهه عاشورا روزه میگیره، روزش از اول صبح تا ظهر 10 تا 12 تا واعظ میامد اونجا، منبر میرفتن. اون زمان مرسوم بود همچون مجالس، الان دیگه ته کشیده، ولی اون زمان مجالس بزرگان این گونه بود که از اول صبح تا ظهر ادامه پیدا کنن. بعد ایشون یک بار پاش اذیت شده بود، خیابان ایستاده بود منتظر تاکسی، هوا خیلی سرد بود، 30-40 درجه زیر
صفر بود، سرما زده بود و پاهاش دیگه نمیتونه جمع کند. ولی زاد در مجلس روزش می نشست، مجبور پاهاش را دراز کند. وقتی اون منبری گریز میزد، میخواست وارد روزه بشه، این دو تا مستخدم می آمدن زیر بغلاش، اینجا یه حالتی با یه زحمتی با یه سختی پاهاش را جمع میکرد به احترام روزه. یه همچه آدابی هم ایشون داشتن که خیلی مواد خیلی به ندرت در کسی پیدا می شود که این گونه این مسائل را رعایت کند. حافظش چی خیلی قوی بود. وقتی که بهلول آمد ایران بعد از این چه سالها در مصر بود، ایشون گم بود، گفتن بهلول باورشون زنده باشد، گفتن گفت پس من ببینمش. بهلول خبر کردن آمد خدمت ایشان، فرمودن چه شما بهلول هستی؟ گفت بله. گفت که من یه روز با شما مشاعره داشتم، یادته؟ گفت بله. کجا؟ گفت تو حیات منزل آیت الله حائری آش عبدالکریم. کی؟ گفت 62 سال پیش از این. گفت یادت هست چه اشعاری؟ گفت بله. شما این شعر خوندید، من این شعر، شما من 30-40 بیت را همینطور که اون زمان 62 سال پیش، یعنی هم بهلول در حافظ غوغا بود، صدها هزار شعر حفظه بود، هر منبری میرفت اقلن 200-300 تا شعر میخوند و شاید 30-40 هزار یا بیشتر حدیث حفظه بود. و مرحوم آقای مجتهدی در این حد بود که گفت بله، از 62 سال قبل اشعاری که با هم مشاعره کرده بودن اینها را با هم دوره کردند. و مرحوم آیت الله مجتهدی با آیت الله شحمداری هم مباسه بود در درس آی حائری، و سید احمد زنجانی پدر آموسای شبیری زنجانی با ایشان سه نفره بحث میکردن. در قدیم مرسوم بود تقریرات، یعنی یه مرجعی که درس میگفت درسش را تقریر میکردن، بعد همچی چاخ میشون بودن تقریرات درس فلانه. در میان یه جمعی که سه نفر پنج نفر کمتر یا بیشتر با هم مباحثه میکردن، اون کسی که از همه قوی تر بود هر روز او میخوند، میگوند مقرر، یعنی تبیین میکنه، تقریر میکنه درس استاد را. بعد این سه بزرگوار که با هم مباحثه میکردن، آیت الله شحمداری که قوی ترین فرد بود، ایشان هر روز تقریر میکرد درس استاد را. بعد یک روز آیت الله خمینی گفته بود چی من نمیخوام درس شما، این مباحثه شما. حالا یا به آیه مجتهدی یا به آیه زنجانی فرموده بود، چون در جلسه مطرح کرده بود. آیت الله شحمداری که من نمیشناسم، هنوز اوائل، گفتن نه ایشون اهل است و فهمی، خب پس بیاد. دو سال آقای خمینی هم آمده بود تو این جلسه ای که این سه نفر داشتن، چون شده بود چهارمی. بعد آیت الله مجتهدی میگفت که آیت الله خمینی ده ها بار گفت من از آسید کاظم بیش از حاد شیخ استفاده میکنم، یعنی وقتی درس آقای حائری مینشینم مطالبی برای من مفهوم نمیشه. وقتی که در این جلسه ایشون تقریر میکند، مطلب برای من جا میفته. ولذا یک همچه خاطره هم از اون زمان ایشون برای من نقل فرمود. یه روز من تبریز بودم، صبح رفتم خدمت آقای مجتهدی، خداحافظی کردم که عصر میام قم. آمدم خونه، ایشون زنگ زد. خب بیا اینجا یه کار ضروری دارم. رفتم دوباره خدمت ایشان. همو کی راه گفتم مثلا ساعت 1:30 2 کی میرسید که اون زمان از تبریز تا قم بیش از 20 ساعت زمان میبرد. گفتم فردا مثلا فلان ساعت. فرمود چه یه خواهشی دارم، یه امانت میدم به شما، وقتی وارد قم شدید قبل از این چی خونتون برید و به آقا برسانید. گفتم
آیت الله متحدی نامه چیزی اگر میخواست به کسی بده اول باز میذاشت، میگه این را بخون بعدن درش را ببند، بخون برای اینکه من به شما اعتماد دارم، چیزی از شما مخفی نیست، ولی بعد درش ببند برای اینکه آداب نامه این است که در ظرفش بسته باشد. ایشون هم فهمیده بهش بودن فهمون 2000 تومنه این را به آقا برسان. من تعجب کردم که 2000 تومن ولی اون زمان پول بود، ولی برای یه مرجع ارزش حیاتی نداشت که من خونه نرفته اون را بهشون برسانم. فهمودن دلیلش این است که ایشون مطلقا از سهم امام استفاده نمی کند، برای زندگی شخصی خود از سهم امام استفاده نمی کند، ولذا نزوراتی که به خودشون داده میشه با این نزورات زندگی میکنن و گاهی در تبریز افراد بهشون نظر میکنن یا میارن پیش من و من بهشون میفرستم. بعد که شما رفتی به من زنگ زدن که چیزی پیش دادن، گفتم یه 2000 همون زود بفرست که کفگیر به ته دیک رسیده، ولذا این را شما زود برسانه. و ایشان هم در کل عمرش یعنی آتورا شهمدار هیچ وقت از سهم امام برای زندگی شخصی خودش استفاده نکرد. بزرگواری بود در تبریز به نام حاتوسین شالتسلار. ایشان تا اواخر هزینه شخصی آقا را تقریم میکرد. داستانش این است که آیت الله شهمدار وقتی پدرش فوت کرد 9 ساله بود. وقتی پدر فوت میکنه ایشان بزرگ خانه بود، یعنی 2 برادر کوچکتر داشتن و یه خواهر کوچکتر، و ایشون 9 سالش بود و درس میخوند. ولی ایشون تصمیم میگیره که از فردا بره بازار 1-2 ساعت اونجا مثلا دفتر یک تاجر را بنویسد، کمک زندگی بشه، بعد بره درس. قدیم مرسوم بود، یعنی چون مردم خودشون سواد نداشتن یه میرزا داشتن که حساب مغازه را تجاری اونو بنویسد، بهش میگفتن میرزا. ایشون هم یه تاجر چایی بوده، باشون صحبت میگفت بیا تشبه من چون طلبه هستم درس میخونم میخوام 1-2 سال کنم. کلید مغازه را میده که از فردا ایشان قبل از وقت مدرسه بره. بعد شب در عالم رویا خدمت آقا رسول الله میرسه. حضرت میفرمایند که پسرم تو درست را بخوان، هزینه زندگیت با ماست و این شرایط را بیار. کتاب شرایط میاره، اون صفحه اولش را بهشون تدریس میکنه و مرحوم آقا میفهمد که از اون روز من دیدم نه، وقتی سر درس مینشینه کتاب با من حرف میزنه، اون سید کاظم دیروزی نیستم. بعد فرداش آقای حاتوسین شالتسلار میاد پیششون، میگه شنیدم ابوی، میگه بله شنیدم چی شما بکن شما دنبال کار نباشه، برید درس بخوانید و هزینه زندگیتون با من، شما فقط هر هفته هر چی خرج کردی اون را یادداشت کنید، روزهای پنجشنبه شاگرد من میاد خدمت شما، هزینه اون یک هفته را میده. بعد دیگه ایشون چه از تبریز آمدن قم در سایهات شیخ و تمام کردن، بعد برگشتن تبریز و رساله چاپ کردن، مرجعیت داشتن و مرجعیت هم وسعت داشت، بعد آمدن دوباره قم و شهریه میدادن، هنوز هم اون زندگی خودشون را آقای حاتوسین شالتسلار تقدیم میکردن و در نتیجه یک چنین برنامه هم که آیت الله متحدی برای من گفت، بعدم از خود آقا پرسیدم، معلوم شد که بله در کل زندگیش ایشون از سهم امام استفاده نکرده
منحصراً از هدایای شخصی و نذوراتی که بهشون تقدیم میشد زندگیشون تعمیر شده. السلام علیکم و رحمت الله.